بینندگان عزیز مجددا سلام عرض میکنم و همینجوری که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، امروز در این قسمت برنامه در خدمت دوست عزیزم آقای دکتر محمود دلخواسته، جامعه شناس سیاسی در انگلستان هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و سپاسگزارم که بازم دعوت ما رو پذیرفته. با سلام به شما و هموطنان عزیزم. آقای دکتر، همونجوری که شاید قبلا صحبت کردم و بهتر هم میدونین، همه میدونن که یکی دو روز گذشته صلاحیت آقای رفسنجانی و آقای مشایی همراه با دیگران، ولی این دو نفر به طور عمده، برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری رد شد. اما وقتی که ایشون اومدن، اون ذهنیت اصلاح طلبی و فعالیت ها و تبلیغات اصلاح طلبانه در جامعه ما هنوز وجود داشته و نسبت به ایشون مثلا اکثر عملهای گوناگون بوده. من میخواستم خواهش کنم که اگر میشه راجع به این مطلب در این چند دقیقه که وقت داریم صحبت بفرمایید. بله، در مورد اصلاح طلبی، مسئله این که متاسفانه وقت زیاد نیست، این تبارشناسی اصلاح طلبی، اون عناصر شکل دهنده اصلاح طلبی چی هستند که من رو قبلا چندین بار صحبت کردم و تکرارش باید مکرر بشه تا جامعه این رو راجع به این مقداری با اثرات بکارگیری عقل نقاد این رو از این با این ارتباط برقرار کنه. عنصر و اون جوهره مرکزی اصلاح طلبی عنصر حقارته، یعنی اینکه انسان ایرانی برای اینکه بتونه در درون نظام ولایت مطلقه فقیه که اون رو که ایرانی رو ایتام جز و ایتام و صغار میدونه، باید اصل حقارت رو بپذیره تا بتونه در زیر، به قول خودشون، در زیر چادر و این رژیم بتونه بره عمل بکنه. من برای این برای من همیشه مسئله بود که انسانی که این عنصر حقارت رو میپذیره چطور میتونه مبارزه بکنه. برای همین من یک مقداری دست به تحقیق دادم و سعی کردم که ببینم که آیا اون جوامعی که مبارزه کردن در طول تاریخشون با این مسئله حقارت، که میگه حقارت مثلا نقطه مقابل چیه؟ نقطه مقابل کرامت و منزلت انسانیه، با این مسئله چطور برخورد کردن. و این برای من خیلی مهم بود و یکی از تحقیقات ما در مورد زاپاتیستا بود که من کار کردم. یه مسئله خیلی جالبی که من برخورد کردم و اینو به صورت خیلی خلاصه میخونم، اون اعلامیه اولشونه که این رو موقع ظهور کردن دوباره به صورت شروع به حرکت کردن، ترجمهش من خیلی خلاصه بخونم در اینجا. آیا تو منظورتون از زاپاتیستا انقلابیون مکزیک هم درسته؟ بعد اینا در اولین اعلامیهشون میگن وقتی 6 شهر را در منطقه چیاپا تصرف کردن، کارت به استخوان رسید. در آن روز بادی در جهان وزیدن گرفت، بادی از پایین، باد اسیان، باد کرامت. این باد این امید را ایجاد کرد که اسیان و کرامت تبدیل به آزادی و کرامت شود. وقتی که باد آرام بگیرد و طوفان فروکش کند و وقتی باران آتش زمین را ترک تا صلح جانشین آن شود، آنگاه دیگر جهان نه جهان قبلی که جهانی بهتر خواهد بود. رنج ما را متحد و قادر به صحبت کرد و فهمیدیم که در جهان ما حقیقت وجود دارد. فهمیدیم که درد و رنج در زبانهای ما وجود دارد، ولی در قلبهای ما نیز امید وجود دارد. با یکدیگر صحبت کردیم، به درون خودمان نگاه کردیم و به تاریخ خودمان هم دیدیم که بیشتر پدران ما رنج بردند و مبارزه کردند. دیدیم که پدر بزرگهای ما در حالی که خشم را در دست داشتند مبارزه می کردند و ما دیدیم که همه چیز را نتوانستند از ما بگیرند و دیدیم که هنوز با ارزشترین ها را دارا هستیم، همان چیزی که ما را برتر از گیاهان و حیوانات قرار داده و سنگ را زیر پای ما قرار داده. برادران ما، تنها چیزی که داشتیم و نتوانستن از ما بگیرن کرامت و منزلت ما بود و فهمیدیم که چقدر بد کردیم که آن را فراموش کرده بودیم. دیدیم که کرامت برای انسانها خوب است و ما را دوباره انسان می کند و این گونه بود که دوباره کرامت
دوباره به قلب‌های ما بازگشت و زندگی خود را شروع کردیم. بعد جان هالووی یکی از مترقی‌ترین روشنفکران در انگلستانه توضیح میده که معنی کرامت یعنی چی؟ میگه که به معنی نپذیرفتن تحقیر و نپذیرفتن مادون انسان به حساب آمدن و نپذیرفتن اطاعت را پیروی کردن. کرامت عنصر مرکزی زاپاتیستا در انقلاب میباشه. یعنی درست همون چیزی که در گفتمان اصلاح طلبی وجود نداره. یعنی انگار بر اون به اصطلاح دروازه اصلاح طلبی که ممکن میخواد وارد بشی نوشته شده که کسی که کرامت دارد یا به کرامت خود عارف است وارد نشود. برای اینکه علت اینه که اصلاح طلبی در درون گفتمان مثلا اون عناصر شکل دهنده اصلاح طلبی عناصریه که این عناصر باید انسان رو به حد اقل خواه بکنه، انسان رو باید قانع بکنه که از حقوق خودش که از آزادی ذاتی خودش رو اون رو نفی بکنه یا حداقل بگه اون رو ایدئال بدونه و کسانی که هر وقت حقوق انسان، هر وقت آزادی، هر وقت استقلال میزنن اونا رو انسان‌های ایدئالیست بدونه. ایدئالیست در اینجا درست همون حالتی که در زمان انقلاب به یاد شما من میارم که اون موقع هر کسی که هر وقت آزادی و حقوق بشر میزد همین اکثر اصلاح طلبها اون موقع با چماق لیبرالیست بر سرش میکوبیدن. الان ایدئالیست داره کار اون لیبرالیسم در زمان انقلاب رو انجام بده. هر کسی اول هر وقت حقوق بزنه، هر وقت آزادی بزنه، این رو به عنوان ایدئالیست که بله اینها خوب هستن، اینها این مسئله دیگه میاره که مقوله دوم، عنصر دومی که در گفتمان اصلاح طلب وجود داره گفتمان اون عنصر مصلحته، مصلحت خواهی بر اساس مصلحت عمل کردن و همیشه این مصلحت، همیشه مصلحت هر وقت اسمش که میاد یعنی که حقیقت رو میخواد سلاخی بکنه. هیچ وقت یعنی مصلحت رو در مقابل حقیقت حتما قرار میدن، درسته؟ دقیقا در گفتمان اصلاح طلبی حقیقتی وجود نداره و اگر داره ایدئالیسته، ایدئاله که قابل دسترسی نیستش و اینا باید به نام مثلا با باور بگیم مثلا باید ایدئالیست بود و چه میگن ریالیست بود و واقع‌گرا بود و پراگماتیست بود و عملگرا بود و اینها این عناصر رو نفیش میکنه و برای همه اون جوانی که میخواد عمل بکنه در درون گفتمان اصلاح طلبی نمیتونه حرف از کرامت، حرف از منزلت انسانی خودش بزنه، نمیتونه در این رابطه بحث برقرار کنه. برای اینکه کسی که اون جوانی که بگه من کریم خلق شدم، من صاحب حق هستم، آزادی ذاتی من، استقلال ذاتی من، این کسی که بخواد عمل بکنه، خب این آدم دیگه در درون رژیمی که تمام اینها رو نقض میکنه و نفی میکنه نمیتونه عمل بکنه، نمیتونه بمونه. این مسئله که در جامعه این مثلا علت این هستش که اصلاح طلبی از اون عناصر ضد فرهنگی که در مثلا در ضد فرهنگ استبداد در جامعه ایرانی وجود داره تغذیه میکنه. مثلا نظریه که بین بد و بدتر باید بد رو انتخاب کرد، یعنی ما هیچ راهی نداریم جز این که بین بد و بدتر انتخاب بکنیم. برای همینه که آقای رفسنجانی یک دفعه کسیه که با اون سابقه تاریخی، با اون سابقه که کسی که معمار و مسئول وضعیت فاجعه بازه فاجعه بار حاله، اون یک دفعه دوره برای این جمع میشن. کسانی که مثلا اصلاح طلبا مانند کشتی بیلنگر به هر طرف میرن حرکت میکنن، از اون طرف آقای تاجزاده میگه خط قرمز ما اینه که یا آقای خاتمی میاد یا ما شرکت نمیکنیم، بعد یک دفعه همین ایشون یک دفعه دور آقای رفسنجانی جمع میشن. اینا اصلا انسان نمیدونه اینا چه اصولی دارن، باور دارن. ما قرار موقع که نگاه میکنیم این اصول از هیچ چیز جز قدرت. آقای دکتر ببخشید، با توجه به اینکه یکی دو دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم، یکی اینکه میخواستم تاکید کنم با صحبت با شما که وقتی صحبت از حقارت میکنیم، تحقیر میکنیم، منظور توهین به مردم نیست، بلکه منظور این که مقابل کردن و در مقابل هم قرار دادن کرامت است در مقابل عدم رعایت کرامت، درسته؟
دقیقاً نه دقیقاً منظورم اینه که این گفتمان باید انسان بپذیره که به خودش به عنوان انسان صاحب حقوق که انسانی که کرامت داره نگاه نکنه، برای که اگه اون نگاه و این نگاه نداشته باشه خب انسان حقیر میشه دیگه. همونطوری که در مورد پاکستان گفتن اینا هم میگفتن که ما از کرامت خودمون غافل شده بودیم و فهمیدیم که نه این در ما بوده و این رو از ما نمیتونن بگیرن. مسئله که اگر جوان ایرانی فقط از این منظر به خودش نگاه کنه که من به عنوان یک انسان هستم، یک انسان در ذات انسان بودن من کریم خلق شدم، من منزلت دارم، من حقوق دارم، آزادی ذاتی من، استقلال ذاتی من، از همین منظر نگاه کنه امکان نداره بتونه در درون گفتمان اصلاح طلبی بپذیره که عمل بکنه. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. متاسفانه امروز وقت ما در همین اندازه است. فقط میخواستم خواهش کنم این بحث خیلی جالبی دوباره باز شده، در فرصت‌های دیگه فکر کنم شاید بعد از انتخابات باز در خدمتتون به این مسئله بیشتر بپردازیم. به ویژه این سوال برای من پیش اومده که آیا میشود این نوع آدم ها، این دوست و این همیهنان ما، بدون این که خودشون بدونن که دارن این حقارت رو میپذیرن، کرامتشون رو زیر پا میذارن، این کار رو انجام بدن یا نه؟ بله بله ادعیاتشون هستن، چون راجع به مسائل فکر میکنن. مثلا که انسان تا زمانی که فکر نکنه متوجه نیست که چه کاری رو داره انجام میده و به چه علتی. ولی زمانی که به حرفاشون گوش میکنیم، مثلا من در مورد همین مدت اون توجیهاتی که در مورد دفاع آقای رفسنجانی میگفتن که ما چاره ای نداریم، راهی نیستش، این میتونه جلوی خامنه‌ای رو بگیره و باید یه کاری کرد و ما این همش اصل رو بر ناتوانی خود گذاشتن، وقتی این تمام اصلا مثلا اینه دیگه، اون وقتی این راجو این وقتی عمیق‌تر فکر کنه اون موقع متوجه میشه که این هیچ وقت فکر نکرد، خودش رو و توانایی خودش رو در نظر نگرفت، در مقابل قدرت خودش رو کوچیک حس کرد. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم، ان شاءالله که باز در فرصت‌های دیگه به این مسئله بیشتر خواهی پس خواه. حتما روز شما و هموطنان عزیز خوش. قربان شما. اوقات تو خوش.